با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز چهارشنبه 14 ماه حدود سال 1398 هجری خورشیدی در آغاز خط چند خبر. یک حمله هوای امریکا بر طالبان، 5 روز پس از امضای توافقنامه صلح میان دو طرف. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به منظور دفاع از خود و مردم طالبان را مورد هدف قرار داده که در نتیجه آن به تعداد 17 تن از دشمن کشته شده و به تعداد 11 تن دیگر آنها زخم برداشته. سفر از زلمانی خلیزاد به کابل همزمان با ادامه ریزنی های احزاب برای ایجاد هیئت گفتگو کننده صلح با طالبان. ای که موافقه همه طرف ها مشوره در این ارتباط صورت گرفته باشه، فکر می کنم تعداد کلام پیشرفتی در این قسمت در این زمینه صورت نگرفته. آمارهای حکومت درباره 10 تا 15 هزار زندانی طالب در زندان های کشور. تماشای تازه در رابط کابل با اسلام آباد. و افزایش شمار قربانیان بیماری کووید 19 در جهان. شجاع زاکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. تنها بیشتر از 80 ساعت پس از امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان، نیروهای آمریکایی امروز در حمله هوایی طالبان را در بالاسولی نهر سراج ولایت هلمند آماج قرار دادند. نیروها در خبرنامه گفتند که این حمله را از بهر کمک به شمار از نیروهای دولتی که طالبان بر آنان یورش برده بودند انجام دادند. در این حال در خشونت‌های 24 ساعت اخیر در 15 ولایت کشور در حدود 30 تن از نیروهای دولتی و 4 غیر نظامی جان باختند. تمیم حمید گزارش می‌دهد. در حالی که از روز دوشنبه طالبان حمله هایشان را در برابر نیروهای دولتی در بخش های گوناگون کشور از سر گرفتند، نیروهای آمریکایی برای نخستین بار پس از هفته کاهش خشونت ها و نیز تنها 4 روز پس از امضای موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان با طالبان، جنگجویان این گروه را در ولسوالی نهر سراج هلمند آماج یک حمله هوایی قرار دادند. رویدادی که تنها یک روز پس از سخنان هشدارآمیز فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان در همین باره رخ می‌دهد. اگر قرار باشد طالبان خشونت‌ها را کاهش ندهند، توافق شکننده است و این خطر را متوجه موافقت نامه می‌کند. سه‌شنبه شب رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که او در گفتگوی تلفنی با ملا برادر معاون سیاسی گروه طالبان بر کاهش خشونت‌ها در کشور تاکید کرده است. رابطه ای که من با ملا دارم بسیار خوب است. ما امروز یک مکالمه طولانی خوب داشتیم. امیدوارم که آنان می توانند خشونت را متوقف سازند. و اما تنها بین شبانه روزهای سه‌شنبه تا چهارشنبه در خشونت ها در 15 ولایت افغانستان در حدود 30 تن از نیروهای دولتی و 4 غیر نظامی جان باختند. کندز با جان باختن 16 نظامی و اورزگان با جان باختن 6 نظامی در رده های نخست این ولایت ها قرار دارند. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به منظور دفاع از خود و مردم طالبان را مورد هدف قرار داده که در نتیجه آن به تعداد 17 تن از دشمن کشته شده و به تعداد 11 تن دیگر آنها زخم برداشته. در این میان ادامه حمله های طالبان بر نیروهای دولتی پس از امضای موافقتنامه صلح با امریکا در افغانستان واکنش های را نیز برانگیخته است. به موجب خونریزی مسلمان الله تعالی ایر خودش منع قرار داد و جواز نمیده، الله تعالی برای ما اجازه نمیده. بناهن یکی برادرای طالب با امریکا صلح میکنه، بشینیم با نظام هم صلح بکنن. پده بند ده مشکل نه حل کیش، طالبان رشتی وردو سر جنگ کیدی، وردو خلاف بند جنگ شروع کی، ده پایین وقت که ده اوز وقت که ده افغانی جگره بل مزی جگره بل کی. در 4 روز اخیر میزان خشونت ها در کشور حتی به بیش از آنچه که پیش از هفته کاهش خشونت ها بود رسید. شاید همین باعث شده باشد که نیروهای آمریکایی در اعلامیه روز چهارشنبه ایشان در پیوند با حمله هوایی بر طالبان در نهر سراج هلمند تاکید کنند که با وجود متحد ماندنشان به صلح وظیفه دارند که اگر نیاز افتد از شریکان خودشان در افغانستان دفاع کنند.
در این حال سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که طالبان تمامی بخش‌های توافقنامه را یکی پس دیگر عملی میکند تا با گفته او از تشدید جنگ جلوگیری شود. سهیل شاهین در صفحه تویترش نگاشته است که آمریکا باید موانعی در برابر عملی کردن تمامی بخش‌های توافقنامه را بردارد تا زمینه برای صلح دائمی مساعد گردد. رئیس جمهور آمریکا با ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر گفتگو کرد. دونالد ترامپ این گفتگوی تلفنی را خوب توصیف می‌کند. می‌گوید که طالبان توافق کردند که خشونت‌ها پایان یابند. در این حال، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر پس از این گفتگوی تلفنی از سفر وزیر خارجه آمریکا به کابل خبر می‌دهد و می‌گوید که در جریان این سفر موانع موجود بر سر راه مذاکرات میانه‌آنان از میان برداشته خواهند شد. انیسا شهید جزئیات را گزارش می‌دهد. رئیس جمهور آمریکا عصر روز سه‌شنبه با ملا عبدالغنی برادر معاون رهبر طالبان و مسئول دفتر سیاسی این گروه در قطر برای بیش از نیم ساعت گفتگوی تلفنی داشت. آقای ترامپ پس از این گفتگو در یک نشست خبری می‌گوید که با این رهبر طالبان گفتگوی خوبی داشته است. من امروز با رهبر طالبان صحبت کردم. ما گفتگوی خوبی داشتیم. ما توافق کردیم که خشونت ها وجود نداشته باشند. ما خشونت نمی خواهیم. ما خواهیم دید چه اتفاق می افتد. پس از این گفتگوی تلفنی سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییتی نوشته است که رئیس جمهور آمریکا از گفتگو با ملا برادر اظهار خوشی می کند. سهیل شاهین نوشته است که آقای ترامپ از پادرمیانی وزیر خارجه آمریکا در آینده نزدیک برای برداشته شدن موانع در برابر مذاکرات میان افغانان سخن زده است. ما آنجا یعنی در افغانستان بوده ایم. به زودی 20 سال خواهد شد. من از ابتدا گفته بودم که بیرون شدن از این جنگ های بسیار پیچیده آسان نخواهد بود و بسیاری از مردم در این باره احساس های متفاوت خواهند داشت. ما برای خروج از افغانستان مثبت فکر کرده ایم. این گفتگوی تلفنی با واکنش های حکومت و شماری از سیاستگران روبرو شده است. ولسمشر ترامپ پر شرایطو باندې ډیر تاکید کړ. هغه شرایط اصل یو شرط داده چې طالبان د تاوتریخوالي نه لاس واخلي، اوربند ومني او یا نور حمله بند کړي. اگر ما نظر اندازی عمیق کنیم به این مسئله افغانستان و امریکا و طالبان، فقط به یک نقطه متوصل میشیم که یک بازی بسیار پیچیده استخباراتی همیاله د جریان است. پیش از این رئیس جمهور ترامپ گفته است که به زودی با هیئتی از طالبان دیدار نیز خواهد کرد، اما روشن نیست که این دیدار چه زمانی و در کجا انجام خواهد شد. سلمای خلیزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان امروز به کابل آمد. ریاست اجرایه میگوید که آقای خلیزاد امروز با عبدالله عبدالله نیز دیدار کرد. در این حال شماره از احزاب سیاسی میگویند که تاکنون روی ایجاد یک هیئت همشمول اجماع میان سیاستگران شکل نگرفته است. این احزاب هشدار میدهند که فرصتهای پیش آمده به علت اختلافها از میان خواهند رفت و احتمال میرود که زمان گفتگوهای میان افغانان نیز به تعویق بیفتد. مسعود انصار گزارش میدهد. زلمه خلیلزاد پس از امضای توافقنامه صلح امریکا با طالبان برای نخستین بار به کابل آمده است. آقای خلیلزاد امروز با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور دیدار کرد. در همین حال چهره های نزدیک به عبدالله میگویند که آنان در هماهنگی با دیگر احزاب و جریان های سیاسی هیئت گفتگو کننده را آماده ساختند و اگر هیئت همشمول ایجاد نشود احتمال دارد که زمان برگزاری گفتگوهای میان افغانان به تأخیر بیفتد. رای حل است در حالتی که آقای غنی او اعتبار و مشروعیت را نداره و اجماع ایجاد کرده نمیتونه، رای حل است که محوریتی که در اینجا هست اینا نمایندگان خودشان رو معرفی بکنه برای گفتگو، آقای غنی هم نماینده خودش رو معرفی بکنه برای گفتگو. همزمان با این دفتر رسانه های حامد کرزی میگوید که رئیس جمهور پیشین در دیدار امروزش با زلمه خلیلزاد از سلسله مشوره ها برای ترتیب فهرست هیئت مذاکره کننده برای شرکت در مذاکرات میان افغانان و دریافت راه حل برای بحران کنونی در کشور ابراز خرسندی کرد. با شمار زیادی از اینا مشوره کرده، مشوره هایشان ما گرفتیم و بسیار به زودی این
لست نهایی میشه. در این میان شماری از احزاب هشدار میدهند که تا کنون برای ایجاد یک هیئت فراگیر یک اجماع سیاسی به وجود نیامده است و اگر رهبران حکومت وحدت ملی از این فرصت استفاده نکنند چالش ها بیشتر خواهند شد. آشفتگی سیاسی در داخل افغانستان و عدم موجودیت یک دیدگاه واحد یا اجماع سیاسی افغانستان این موجب شده که ما از جهات مختلف دچار مشکلات عدیده در کشور عزیز ما افغانستان باشیم. در ارتباط با تعیین یک هیئت همشمول ای که موافقه همه طرف ها مشوره در این ارتباط صورت گرفته باشه فکر میکنم تعداد کلام پیشرفتی در این قسمت در این زمینه صورت نگرفته. بر بنیاد توافقنامه صلح امریکا با طالبان مذاکرات میان افغانان باید تا 5 روز دیگر آغاز شوند. حکومت افغانستان یک بار دیگر هر گونه رهایی زندانیان طالب را پیش از آغاز مذاکرات میان افغانان رد می کند. دفتر شورای امنیت ملی می گوید که چگونگی رهایی زندانیان در یک بسته پیشنهادی از سوی حکومت افغانستان در نشست میان افغانان مطرح خواهد شد. آمارهای حکومت افغانستان نشان می دهند که 10 تا 15 هزار طالب در زندانهای کشور بسر می برند که در میان آنان شهروندان کشورهای دیگر نیز هستند. زهرا رحیمی در این باره گزارش تهیه کرده است. بر بنیاد آمارهایی که دفتر شورای امنیت ملی به دست می‌دهد، شمار زندانیان طالبی که در بند حکومت هستند به 10 تا 15 هزار می‌رسد و در این میان طالبان خارجی که از سوی حکومت افغانستان به علت دست داشتن در فعالیت‌های گروه طالبان بازداشت شده‌اند نیز هستند. افغان دولت از زندانیان مسئله د سوی به خبرو کی د یو پکیج لادرس خدمت راه کوي چې پاره کې باید د پاکستان سره طالبانو اړیکې د نشئی موادو په تجارت کې طالبان لاس ترلودل او همدارس یو وربند شامل وي. در همین حال ریاست جمهوری میگوید که ادامه پافشاری طالبان بر رهایی زندانیان طالب پیش از مذاکرات میان افغانان روند صلح را با خطر روبرو میسازد. قرار نیست و منطقی هم نیست که در یک هفته پیش از اینکه طالبان به خواست مردم افغانستان برای آتش بس با مذاکره با دولت افغانستان بپذیرند، دولت افغانستان 5000 زندانی رها بکند. بر بنیاد توافقنامه صلح امریکا با طالبان باید 5000 زندانی طالب و 1000 زندانی حکومت افغانستان تا 10 روز پس از امضای این توافقنامه رها شوند و سپس گفتگوهای میان افغانان آغاز گردد. مهمترین نمیستن که پروسه را شروع شود. وقتی که پروسه را شروع شود شاید از چند صد شروع کنه، هر روز به این مقدار ازاش و بالاخره که به هدف اساسی برسه. در این میان به تازگی کمیسیون مستقل حقوق بشر در نامه‌ای به ایالات متحده آمریکا، حکومت افغانستان و گروه طالبان خواسته شده است تا عدالت و خواستهای قربانیان جنگ را در رهایی این زندانیان در نظر بگیرند. نکته اساسی است که 5000 طالب یا 5000 زندانیانی که نزد دولت افغانستان هستند فهرست نام اینها با کمیسیون مستقل حقوق بشر شریک نشده. گروه طالبان تا کنون درباره شمار زندانیان این گروه که نزد حکومت افغانستان هستند چیزی نگفته است. وزارت امور خارجه کشور گفتای اخیر وزیر خارجه پاکستان را محکوم می کند. به این گفته ها را مداخله غیر مسئولانه در امور افغانستان می داند. اما این وزارت برای اثبات گفته های غیر مسئولانه وزیر خارجه پاکستان جزئیات به دست نمی داد. پیش از این شاه محمود قریشی در گفتگوی با خبرگزاری رویترز گفته است که هیچ نیازی نیست تا آمریکا در بهبود رابط اسلام آباد با کابل نقش بازی کند. اما در اعلامیه مشترک که به روز شنبه از سوی افغانستان و آمریکا پخش شد آمده است که آمریکا تا مذاکرات را میان کابل و اسلام آباد تسهیل می کند. انیسا شهید گزارش می دهد. وزارت امور خارجه بیان که درباره گفته های شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان جزئیات را به دست بدهد، در اعلامیه او را به گفته های غیر مسئولانه در برابر افغانستان متهم می سازد و در برابر این گفته های اعتراض کرده است. اما شاه محمود قریشی پس از پخش اعلامیه مشترک امریکا کابل در روز امضای توافقنامه صلح امریکا و طالبان گفته است که هیچ نیازی نیست تا امریکا در بهبود روابط کابل و اسلام آباد نقش بازی کند. فکر می کنم که آزادی زود هنگام زندانیان سبب ادامه روند و حفظ حرکت خواهد شد که در دوحه آغاز گردید. هر دو طرف می توانند اعتماد سازی کنند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان تایید یک یادداشت به سفارت جمهوری اسلامی پاکستان در کابل اعتراض رسمی جمهوری اسلامی افغانستان را مبنی بر اظهارات اخیر
وزیر امور خارجه پاکستان به حکومت پاکستان ابلاغ نمود. با این حال پس از امضای توافق صلح آمریکا، طالبان شماری از مقام‌های برحال و پیشین پاکستان از تغییر نظام و نادیده گرفتن حکومت افغانستان سخن زدند. همه کابل میں رژیم چینج کی ضرورت ہے. ما به تغییر نظام در کابل نیاز داریم. در دهه 80 با حکومت کابل و با نجیب الله می جنگیدیم و سرانجام نجیب را بر کنار ساختیم و مجاهدین را در کابل نشاندیم. این کار اکنون نیز باید انجام شود. نکته دوم که باید سیاست اعلام شده ما باشد این است که هند در افغانستان پذیرفته نمی شود. اگر نیروهای هندی به افغانستان می روند، پاکستان نیز به افغانستان داخل خواهد شد و سرمایه های ما که طالبان هستند با نیروهای هندی و رژیم کابل خواهند جنگید. دو طرفی که از این مذاکرات سود اصلی را برده، یکی طالباست و دیگر پاکستان، و به همین خاطر است که پاکستان فراموش میکنه و گاهی مستقیما به نمایندگی از طالبا گپ میزنه. اکنون که امریکا به بیرون ساختن نیروهایش از افغانستان تصمیم گرفته است، کابل تاکید دارد که پشتیبانی پاکستان از گروه طالبان باید قطع شود، اما اسلام آباد پشتیبانی از این گروه را رد میکند. ادامه خبرهاست تولو و تولو نیوز. ویروس های کرونا در بیرون از چین همچنان در حال گسترش است. ایران از افزایش شمار قربانیان به 92 تن و افزایش شمار مبتلایان بیماری کووید 19 به بیشتر از 2920 تن خبر می دهد. در کره جنوبی نیز شمار مبتلایان به این بیماری به نزدیک به 6000 رسیده است. عراق هم از نخستین مرگ برخواسته از ویروس کرونا به پولند از نخستین رویداد مثبت در این کشور خبر می دهد. در این میان سازمان جهانی بهداشت با ابراز خوشنودی از کاهش رویدادهای مثبت بیماری کووید 19 در چین می گوید که روشهای چین برای رویارویی با این بیماری باید در سراسر جهان اجرا شوند. از هنگامی که برای نخستین بار ویروس کرونا در چین شناخته شد نزدیک به 4 ماه می گذرد و تا کنون این ویروس در بیش از 70 کشور جهان شیوع پیدا کرده است. پس از چین، ایران، ایتالیا و کره جنوبی بیشترین شمار مبتلایان و بیماران را دارند. در کره جنوبی بیش از 500 تن تازه به این ویروس دچار شدند. در ایتالیا تا کنون نزدیک به 80 بیمار کووید 19 جان باختند و بیش از 2500 تن دیگر به این بیماری گرفتار هستند. تجربه هایی که چین به دست آورده است باید با کشورهای دیگر در میان گذاشته شوند. چین یکی از مثال های عالی است. مقام های بهداشتی هند می گویند که شمار مبتلایان به ویروس کرونا به 32 رسیده است. شیوع ویروس کرونا نگرانی ها را در میان باشندگان ایالت راجستان هند برانگیخته است. اوضاع دشوار و سخت شده است. به علت شیوع ویروس کرونا مردم ترسیدند. هرچند گردشگران از جاهای تاریخی همچون تاج محل و لال قلعه دیدن می کنند، اما ترس در آنان وجود دارد. بر بنیاد گزارش ها وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران نیز به ویروس کرونا دچار شده است. از سوی هم سازمان جهانی بهداشت به علت گستردگی شیوع ویروس کرونا از کمبود ابزارهای محافظتی برای پزشکان در جهان هشدار می‌دهد. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. مهاجران و پناهجویان در ترکیه برای پنجمین روز پیاپی بیهوده کوشیدند که از راه یونان و یا بلغاریا به کشورهای دیگر اروپایی بروند. یونان، بلغاریا و اتحادیه اروپا اجازه این کار را نمی دهند. در رأی‌گیری درون حزبی دموکراتان در 14 ایالت آمریکا، جو بایدن و برنی سندرز پیشتاز هستند. انتظار می رود که آنان برای به دست آوردن نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رقابت های سخت‌تری را پیش رو داشته باشند. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. وزارت احیاء و انکشاف دهات از آغاز روند عملی سازی برنامه 5 ساله مدیریت آبهای کشور خبر می دهد. وزیر احیاء و انکشاف دهات می گوید که ساخت دیوارهای استنادی، سربندها، بندها با بازسازی کاریزها مشمول این برنامه هستند که بخش از آنها از سوی این وزارت عملی خواهند شد. از سوی هم بر بنیاد این برنامه تا 5 سال دیگر 343,000 هکتار زمین قابل کشت آبیاری خواهند شد. حیدرشاه امید گزارش می دهد.
پیمانهای نخستین پروژه های برنامه 5 ساله مدیریت آبهای کشور به روز چهار شنبه با شوراهای توسعه‌ای در 18 ولایت کشور امضا شدند. ساخت دیوارهای استنادی در بخش های از دریای کنر بخش از این پروژه هاست. تر امروز در بعضی از نقاط که سرویشان فعلا جریان داره، خصوصا قندهار، ولایت قندهار، بند داله، ارغنداب که ما 129 شبکه آب انشالله اونجا می سازیم. دغه بولډروال پروژه څخه تقریبا 0 تر 2000 جربوزمه کا زمنګ محافظت کې ساتل کیږي او د 10 تر 15 اندازو پوری کلی څنګه کیږي محافظت کې ساتل کیږي. بازسازی 1875 کاریز نیز مشمول برنامه 5 ساله مدیریت آب هاست. دغه کاریز نو سیدمګه دغه خیر سره کړه زاد خدای و آینده سیدمګه کار پی کو دغه نو کار بیخی په صفر درجه کې و بی بیخی از باور وکي ساده یاغه خبره دی مرغی خل هم مثال نه پکلم دی دل. وزیر احیا و انکشاف دهات می افزاید که ساخت 3403 بند کوچک برای ذخیره آب ها در این برنامه در نظر گرفته شدند. با این هم نرخ شمار از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 76 افغانی و 20 پول، یک یورو 83 افغانی و 85 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و از روپیه پاکستانی 485 افغانی. اویس عزیزی بهترین دروازه‌بان لیگ برتر مالدیو شد. باشگاه مازیا با 2 میلی پشت افغانستان، یعنی اویس عزیزی و شریف محمد، با کسب 51 امتیاز در رده نخست جدول لیگ برتر مالدیو قرار گرفت. بازیکنان تیم ملی کرکت کشور روز گذشته از بهر آمادگی برای رقابت برابر تیم ملی ایرلند تمریناتشان را در میدان گرتر نویدای کشور هند زیر نظر سرمربی تیم ملی کرکت در بخش توپ اندازی برگزار کردند. قرار است میلی پوشان کرکت افغانستان به روزهای ششم، هشتم و دهم همین ماه میلادی در ورزشگاه کرکت گری در نویدای هند در 3 دیدار بین المللی بیستاوره از میلی پوشان ایرلند میزبانی نماید. مسئول کمیته بهداشتی فدراسیون فوتبال افغانستان دکتر بهرام صدیقی عضویت کمیته بهداشتی کنفدراسیون آسیا را به دست آورد. وی بعد از این به نمایندگی از افغانستان در بازی‌های فوتبال و فوتسال آسیا وضعیت صحی و دوپینگ بازیکنان را کنترل و بررسی خواهد کرد. اکنون شما می توانید نشرات طول نیوز را به گونه زنده از وبسایت دریا.net و اپ دریا نیز ببینید. این بود خبرهات این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.